دو تا گاراژ بود که برای کاشون مسافر می آورد. یکی اکسپورت بود، یکی ایران بنز. مدیر اکسپورت چارا مولوی بودم، یک مرد قد بلند اومد اما یه قیافه جیرایی داره. اومد گفت انت مدیر؟ گفتم بله بفهم. گفت من از اهل عراقم، آبرو دارم، اینجا حواسم نبوده، کیفمو زدن، زن و بچم توی این مسافرخونه یه سر چارای مولوی بی قوت و قضا موندن، میخوام من برم کربلا. رفتم قم زیارت کردم، اومدم تهران، امام رضام رفتم، حالا میخوام برم کربلا، برگردم کربلا و عراق. گفت اگر به امام حسین اعتقاد داری یه پولی به من بده، اینم آدرس من و اینم بندوسات و تلفن عراق منو، من پولو برد برمیگردونم، ولی بده به ابی عبدالله. گفت به ابی عبدالله حسین دخلو کشیدم بیرون، گفتم هرچی میخوای برد. ممنون. اومدی عراق سر به من بزن. شد. یکی دو سال بعدش ما قسمت شون شد بریم کربلا. رفتیم تو حرم، پرسیم اسد هاشم کیه؟ گفتن که کدوم اسد هاشم؟ گفتم نمیدونم. گفته اسد هاشم من تو حرم ابی عبدالله. گفت خیلی مقامش بالاست، سرکشی که حرم امام حسینه، باشالله به بعد کسی پول قرض ندی. گفتن میاد. ما رو بردن دفترش، قهوه برام آوردن، پذیرایی کردن، یختم اومد بغلش رو باز کرد، منو بغل کرد، از دفتر شروعی کن بعد گفت به اونایی که حرمت زن و بچه تو شکستن خسن، اگر این مرد بود آبرو من رفته بود که گدایی افتاده بودم. گفت حاجی اولا برد منو خونه، گفت استراحتتون رو میکنین فلان، من آخر شب میخوام ببرمتون حرم، حرم رو موقع آخر شب میبست، آخر شب منو برد. گفت زن و بچه نیاد، در یه جایی رو باز کرد، پله 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 رفت انداخت. گفت میتونی ببینی؟ گفتم اینجا کجاست؟ گفت ببینی خودت میفهمی. دیدم نیزه، شمشیر، خنجر، نمیدونم چیه. من فکر کردم اینجا مثلا به قول امروزه یه موزه درست کردن اون زیر، اما حالم بد شده بود، همینجا که پامو گذاشتم حالم بد. خب میدونی اینجا کجاست؟ این عوض قرضیه که به هم دادی، پولتو برمیگردونم، اما هیچ کسی حق نداره بیاد اینجا غیر از من. گفتم اینجا چیه؟ خب اینجا گودانه. میگه اینو گم من قش کردم، نتونستم چهار تا نیزه و شمشیری که بعد از 1400 سال رو خاکا ریخته بود من نتونستم ببینم قش کرده. ای خدا.